عرضم به حضور مبارکتون، دکتر به اون میگفته آواز خوندن برام ضرر داره، به خصوص برای این نوای دهن و فک و زیر چشم و اینها. خلاصه گفت دیگه نخونم. دکتر که میگم منظورم پزشک نیستا، منظورم دکتر بزن بهادره، گفته که بخونم از فک روشنم میکنه. آخه من واسه دل تنگ مقام عظما میخونم، واسه بدبختیاش و فلک زدگیاش و این که بعد از 30 چند سال فتواش به کشکم نمیخرن، واسه این که بعد از این همه سال حسرت مرجعیت رو زبونم لال داره به گور میبره. شاعر شیرین سخن میگه رئیسی کردی آخر نیمه جومونش، های گرفتی حال و جوبوش، آوردی خوبونش، به هر محفل شده اسباب خنده، تو کردی زیر پا با نرم و سخونه. شروع شد این برنامه یا هنوز منتظر من وایستادن؟ یه چیزی پخش کنی، یه چیزی پخش کنی. شطور دیدی؟ ندیدی؟ صدا آواز داشت میومد. من هم یه چیزای شنیدم ولی نمیدونم از کجا. آره به جان عزیزت همینطوری بود. دو بیت گفت این 4 تا غلط داشتی را کس. اولا رئیسی عضما رو نیمه جون نکرد، عضما از جای دیگه ای نیمه جون شده که قرار نیست تو این برنامه وارد بحثش بشی. رئیسی خود جز نیمه جون شده هاست. دومندش تو همه محفلا اسباب خنده نیست. درسته که همه براندازا دارن قشقش به حال و روز ایشون میخندن، ولی تو محافل داخلی نظام گریه بازاریه که اونورش ناپیداست. سومندش استخون ایشون نرم نشده، نرم مال قدیمه، مال دوره نرمش قهرمانانه، الان خورد شده، مدل 2021 هونگی بدون خوردریز و آتشخال. حالا برو سر سوالات. آیا دکتر فکر کنم اشتباه کردین، گفتین 4 تا غلط ولی 3 تا غلط داشتم، میشه 17. ناکس، غلط چهارم این که مگه من تجویز نکرده بودم دیگه نخونی؟ این غلطت از همه اونا گنده تر و خطرناکتر بود. آیا دکتر صحبت از گناه خطرناکتر شد، خواستم از همینجا تقدیر کنم از اعتماد به نفس مقام عظما که کسی به روزخونی هم قبولش نداره، ولی فتوا که سر گناه کبیره جدید تعریف میکنه. کلن صدور فتواهاش روان شده، همینجوری فتوا ازشون میریزه. فتوا دادن که رأی سفید اگر به ضرر نظام باشه حرومه. مگه رأی سفید به ضرر نظام میشه آیه دکتر؟ مهمتر این که چطوری این شیر فتواهای مقام عظما باز شده. هرچی که میکشه عظما از انتخاباته، حالیشه چه بلایی تو راهه، این باعث میشه که شیر فتوا باز بشه. من اون مبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن، بله میفهمودن که صاحب مرغداری رفت تو سالن مرغایی که تخم نمیذاشتن، کله 3 تا مرغ رو گرفت کند پرت کرد کنار، گفت فردا برمیگردم، هر کدومتون 4 تا تخم مرغ نذاشته باشین همین بلا رو سرش میارم. فرداش اومد همه 4 تا تخم گذاشته بودن، ولی یکی بود که 1 تخم گذاشته بود. بهش گفت مگه نگفتم 4 تا، چرا یکی گذاشتی؟ گفت قربون برولایی من خروسم، میفهمی خروسم. تشکر میکنم که مقام عظما رو به خروس تشبیه کردین، چون گزینه‌های خیلی بدتری هم مطرح بود. آقای دکتر، حالا که در آخرین مناظره بحث برنامه‌های کاندیداها مطرح شد، این طرح محو یه چند تا کشور و حسینی کردن کاخ سفید و اینها چی شد؟ اونو من رفتم گفتم که بندازن عقب، طرح تسخیر کاخ سفید و فعلا به تعویق انداختیم تا پشتیبانیش حل بشه، چون کاخ سفید مصرف برقش زیاده، الان بگیریمش برقش رو از کجا میخوایم بیاریم؟ ممنون از این دوراندیشی نجات بخشتون، ولی نمیتونیم بریم اون دختر دانش آموزی که تو زیرزمین خونهشون انرژی هسته‌ای تولید میکرد بیاریم برق تولید کنه؟ البته اگه فضولی تو کارتون نباشه.
چرا تو کار من خیلی فضولیه. برو سر سوال بعدی. پس میرم سراغ نامه یه بسیجی سیلی خورده که گفته من گیج شدم از این شل کن صف کن مقام عظما. یه بار همه دوره بریاش رو هر میرزن تو انتخابات کاندیداشن. بعد شوبرر میداره و قدقم میکنه. بعد دوباره میگه به رد صلاحیت ها اجحاف شده. آب از لب لوچه‌مون روان میشه. بعد دوباره میگن نخیر مغریه پدره و اسمش رئیسیه. همه که میدونن مقام عظما به رئیسی نظر داره. از قدیما بهش نظر داشت. خیلی وقته. پس چرا کاندیداها به هم فوش میدن؟ خب واسه این که ولشون کردن وسط مناظره، اما حالیشون نکردن که مناظره یعنی چی؟ چه کار باید بکنن؟ اینا هم با رینگ خونین اشتباه گرفتن. بلد که نباشی خب نمیدونی چه کار باس میکنی که. من هم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که مشنگه تو رودخونه با لباس شنا میکرد. گفتن چه کار میکنی؟ گفت لباس هامو میشورم. گفتن خب شما که تو خونه تون لباس شویی داری؟ گفت داریم ولی هر دفعه تو اون میشورم سرم گیج میره. بالاخره آقای دکتر کار بعدی خودشونو سخت‌تر میکنن. تو مناظره 96 اگه یادتون باشه همه به هم گفتن دوز و اختلاسی و مال و مردم خور و قاتل و اینها. آخرش هم اونها شدن رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه آقای دکتر. آره دیگه، اگه علی بابا رأی میدادیم آبرومندتر بود، چون اقلا میدونستیم دوزای دور و برش 40 تا بیشتر نیستن. دیگه اینقدر قضیه کش نمیومد. ولی خودمونیم اگه برای مقام عظما انتخابات باخت باخته، برای رئیسی برد برده. چون اگه تو انتخابات برنده شه میشه رئیس قوه مجریه، اگه بازنده بشه میشه رئیس قوه قضاییه. خیلی تاکتیکی هستی، استراتژیکی نیستی. باخت باخت عظما دامن همه رو میگیره. لگدی که تو انتخابات میخوریم از برد و باختش نیست که، از اون جای دیگه است که اول قضیه به اشاره گذاشتم. من اون مبوی همیشه میفرمودم بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودم به مشنگه گفتن قوی ترین موجود جهان کیه؟ گفت مورچه. گفتن چطور مگه؟ گفت یه بار یه مورچه رفت تو سوراخ پریز، اومدم با میخ درش بیارم، یک لگدی به هم زد که پرت شدم تو اتاقه که اون وره حیاتمون. آیه دکتر، من مفهوم دردناک این توهین و تهدید نهفته در اونو خیلی خوب فهمیدم. انتخابات لگدی که نه به رئیسی و این هواشی، به اصل نظام میخوره و پرتاب مقام عظما تا اون اتاقه که اون برای حیات من چطوری هست به آیه دکتر؟ این چه صحبتی هست که